خب، بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه است و 8 ماه می سال 2020 برابر با 19 اردیبهشت ماه 1399. متاسفانه قوز بالا قوز بدتر از کرونا در ایران گویا زلزله هم آمده و هنوز من از خساراتش خبر ندارم. اگه شما دوستان لطف کنید به ما هم بگید یا بنویسید در فیسبوک، این رو من برای دیگران هم میخونم. صحبت از فیسبوک شد، اگه لطف کنید و این برنامه رو چه روی فیسبوک، چه روی یوتیوب، چه مردم تیوی دات کام اگر میبینید با دوستان خود شیر کنید، در میون بذارید و ما هم تشکر میکنیم پیشا پیش از شما دوستان عزیز. در برنامه قبلی امروز آقای محمد کرمی در واقع برنامه بسیار خوبی رو اجرا کردن و خاطرات خودشون رو گفتن و سوالاتی رو که شما بینندگان در طی برنامه‌های گذشته ممکن بود براتون پیش آمده باشه و درست شده باشه، ایشون پاسخ داد. اگر بازم سوالی دارید یا با خود اینها مستقیما تماس بگیرید یا با تلویزیون مردم، و اینها درست برعکس سازمان مجاهدین که خود گویند و خود خندند چیز میکنن. آقای سعید خان میگه تصویر کلیر نیست. دوست عزیز، با اینترنت این روزا همه شما نشستید خونه، تلویزیون داره از اینترنت استفاده میکنه، تلفن داره از اینترنت استفاده میکنه، فیسبوک داره از اینترنت استفاده میکنه، خود ما هم اینجا همین ماجراها رو داریم. خیلی هم خوبه که نمیان یه عکس بذاریم و صدا روش پخش کنیم. در صورت ممنونم که بیننده برنامه ما هستید، لطف کنید با دیگران چیز کنید. بله، این من فکر کنم باید به اصطلاح چیز رو بیاریم پایین، کیلو بیتس پر سکند رو از اینجا 487 نشون میده رو فیسبوک، بیاریمش رو 250. گاهی وقتا دیگه یادم میره اینا رو تنظیم کنم، یا برای ضبط از 1100 بیاریم روی 700-800 که اینها اعدادی هست که برای هیچ که مهم نیست. ضمن شما منو چند سال میشناسی، وقتی میرم دکتر میگه هیچی عوض شده؟ میگم نه، همه چی همون جوریه، فقط سن من عوض شده، یک سال پیرتر شدم. حالا این همونه که شما از سالها پیش دیدید، موها کمتر شده، کمرنگتر شده و الی آخر. دست باز هم ممنون و متشکرم. زلزله در ایران، زلزله مالی هم در ایران بود، 4 تا 0 رو از واحد پول ایران برداشتن و یکی به شوخی نوشته بود خوب شد دوباره یورو شد 17 تومن، نمیدونم دلار شد 4-15 تومن. حالا چه به اصطلاح عکس العملی در پی خواهد داشت باید صبر کرد و دید. یه مقاله میخوندم راجع به گویا مصر این کار انجام داده، مکزیک انجام داده اگه اشتباه نکنم، یونان انجام داده، کشورهای زیادی این کار رو انجام دادن و یه نوشته جالبی بود، میگفت که وقتی سطح طبقات مردم یا فاصله طبقاتی مردم زیاد میشه، صفرا رو که ور میدارن، این طبقه مفتخور و پولدار نمیتونه به این طبقه کم درآمد بگه بیا برای من برای با روزی 2 تومن کار کن. در صورت که این 2 تومن قبلا که 4 تا 0 جلوش بوده میشده 20,000 ریال، نمیدونم یا هر چی 4 بزرگ بوده، الان کوچیک میشه. این مجبور میشه یک کم بیشتر به اینا پی کنه یا بیشتر پرداخت کنه. چقدر در مورد ایران صحت داره نمیدونم. من رشتم برق بوده، برق تدریس میکردم توی ایران توی شیراز، از ماجرای اقتصادی اصلا خبر ندارم و از ماجرای سیاسی هم که دیگه بیغم. شماها اگر دوست دارید درباره اقتصاد درباره سیاست صحبت کنید، میتونید مهمون برنامه ما باشید. هفته گذشته ما یه برنامه فوق‌العاده داشتیم که اگر ندیدید حتما تماشا کنید. بعد از 5 سال باز من با آقای بهرام آبتین صحبت کردم، به اصطلاح سفارش دوست خوبمون همشهری عزیز آقای فرزاد نیساری، و خیلی از شماها
تماس گرفتید، انتقاد کردید، گفتید بهرام نیساری و ببخشید بهرام آبتین دروغگوه، بهرام آبتین اینجور اونجور، و حتی یکی از دوستان از اتریش تماس گرفت که من میخوام برنامه‌ای داشته باشم. گفتم اینجا همه میتونن برنامه داشته باشن به شرطی که شما حاضر بشی بیای خودت صحبت کنی، خودت رو نشون بدی، ما هیچ حرفی نداریم. آقای آبتین میاد اینجوری میگه، آقای نیساری میاد اینجوری میگن، شما میتونی اینجوری. هفته آینده با آقای نیساری خواهیم بود، چون دیدم که دوباره یه فراخانی یا یک حرکتی یا یک جنبشی دیگه، اسم اینا رو من نمیدونم چی بذارم، هست که گویا 31 این ماه، میدونید ماهای ایرانی اون چند ماه اولش 31 روزه است، بعد میشه 30 روزه، اون ماه آخرم که 29 روز هست. خب دوستان، چه خبر از دنیا، چه خبر از ایران، چه خبر از کرونا، چه خبر از زلزله؟ این 4-0 هم قد بزنم. و یکی از دوستان یه فیلمی رو درباره فراماسون ها برای من فرستاد. فراماسون ها بعضی هم بهشون میگن بناهای دنیا، نه بنا، بنا میشه یعنی ساختمون، ولی بنا کسیه که بنا رو میسازه، یا معمارهای دنیا. اینا دو رقم عقیده و نظر در موردشون هست. بعضی ها نظر خوبی دارن، میگن اینها آدمای خوشنیتی هستن و در راه خدمت به جهان و جهانیان و انسان کار میکنن. بعضی ها میگن این یک شبکه همون دیپ استیت و نمیدونم افراد مخفی و اینها که پشت دنیا هستن. من نمیدونم، ولی یادمه وقتی که من کانادا رفته بودم، یکی از دوستانی که اونجا هست به من پیشنهاد کرد که بیا و عضو سازمان همین فراماسون باشه. گفتم مگه این یه سازمان مخفی نیست؟ گفت نه، راستم میگفت. اینجا بعدن که اومدم دیدم واشنگتن، شما میتونی بری ثبت نام کنی، اتفاقا دفترشون توی همین ویرجینیا هست، وقتی هم میری یه فرش بزرگ ایرانی هم اونجا هست. میگن که picture was good when you were talking to مجاهدین. همینم باز دلیلی میشه که ساعتهای مختلف، اذیت نکن تو که استاد من هستی، ساعتهای مختلف مصرف اینها عوض میشه. و از این مهمتر، فیسبوک میگه این سوربی 2 ساعت و 10 دقیقه برنامه استفاده کرده. حالا شیر اینترنت فیسبوک به اصطلاح بندویت سوربی رو کم میکنیم، مال یه نفر دیگر رو زیاد میکنیم، و این همون جوری میشه که برمیگرده میره به طرف پول و پول دادن برای این سرویس ها. و همون چیزی که تو ایران هم گویا برق و اینها رو شما رو تصاعدی به اصطلاح چارج میکنن، اگه مثلا میزنم 10 کیلووات مصرف کنی 10 کیلووات اول اینقدر، ولی اگر 20 کیلووات مصرف کنی 10 کیلووات اول اینقدر، 10 کیلووات دوم گرونتره. اینم شاید یه دلیلش باشه. آقای محمدی، من تو برنامه قبلی گفتم شما از ایران هستید، هیچ وقت پروفایل شما رو نخوندم، درست گفتم شما از ایران هستید؟ در هر صورت میبینم که برنامه های ما رو میبینید و اگر امکان داره و از ایران نیستید حمایت کنید. جناب سوری، گویا زلزله خسارت جانی مستقیم نداشته، ولی به طور غیر مستقیم 2 نفر در کرج و 2 نفر در تهران هنگام فرار مصدوم شدند. خلاصه که به خیر گذشت. اتفاقا دیدم آقای اردوان روزبه نوشته بود وقتی زلزله میاد، درسته کار خیلی مشکلی هم هست، ولی باید شما تو 1-2 ثانیه، تو 5 ثانیه تصمیم بگیرید. همینجوری ناخودآگاه میگه، بعضیا در باز میکنن میرن در میپرن از طبقه 20 پایین. زلزله نکشتتشون، ولی این کاری که با عجله انجام دادن میافتن میمیرن، دست و پاشون میشکن، زلزله دست و پاشون نشکنده، اینا اینجوری شدن. خب خوشحالم آقای قوانلو هم، من ول نمی کنم، هی به شما میگم قوانلو هم اینجا هستم. بعد ایشون میگه تصویر مشکل داره ولی صدا خوبه. آقا تصویر مشکل نداره، این قیافه خود منه. دیروز با یک خانم شاه‌اللهی دعوام شده بود، یه نفر عکس این خواننده روانی پریشان، واقعا میگن روان پریش، تتلو چیه این مقصود لو بوده، اسم خودش گذاشته تتلو، اسم هنری. خب
اول که اومده بود سر صدای بود، حتی اون رئیس جمهور رئیسی بود، میخواست کاندید بش، کاندیدا شده بود و این میخواست بره خودش رو به چسبونه و خلاصه اینا سوء استفاده و اینها. ولی این توی مصاحبه ای من دیدم که گفت وقتی بچه بوده پدر و مادرش از هم جدا شدن و مادرش خیلی آزاد بوده، مردای زیادی تو زندگیش میومدن میرفتن و این تو بچگی مشکل داشته، این مردا رو میدیده. من یه نفر نوشته بود نظرتون درباره این چیه، من نوشتم که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون یا راز درون و این شخص روان پریش خودش به خاطری که در کودکی مردهای زیادی در زندگی مادرش بودن اینجوری و اینها، یه خانم شاهلایی به من حمله کرده بود تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد، ما میگیم صورت این چیه شما میگیم مادرش. گفتم احمق جون اگه شما چیزی رو نمیدونی دلیل نداره که من روی دانستهای خودم سرپوش بذارم. خود این نادان، خود این هنربند، خود این چه میدونم چی بگم، این توی ویدیوش گفته که اینجوری بوده و حالا شاید اگه یه قدم دیگه 4 تا خال دیگه بیشتر رو صورتش بزنه شاید بیاد بگه که خیلی از این مردا هم وقتی میومدن پهلو مامان جونش ممکنه این رو هم مورد اذیت و آزار قرار میدادن و این تو آمریکا یه چیز دیگه معمولی شده که طرف میاد زن جوانی رو میگیره، اون دختر داره بچه داره، اینا بعضیا حتی بچه‌ها کشته میشن حالا آزار و جنسی و اینا به جای خود. در هر صورت وقتی چی بود، بعدن این خانم حمله کرد گفت اصلا میدونی چیه قیافه تو از اون بدتره. گفتم احمق قیافه من همینه، من که تغییرش ندادم. اون شما میگی قیافش خوبه، پس ببین چقدر خره که قیافه خوبش رو رفته تغییر داده. در صورت به نظر من این شخص روان پریشه، امیدوارم قبل از اینکه خودکشی کنه یکی از دوستاش به دادش برسه. خب متاسفانه یا خوشبختانه آقای محمدی میگه من کرج زندگی میکنم، پس ایشون نمیتونه حمایت کنه. دوستانی که بیرون از کرج و بیرون از ایران هستن لطف کنید حمایت کنید. خیلی ممنون و متشکر. و بریم سراغ فراماسون ها، آیا اینها معماران جهان هستند یا استادان دسیسه و تزبیر؟ من یادمه وقتی که دانشجو بودم متاسفانه دوستان در اون بهشت برین شاه کتاب درسی دبستان و دبیرستان و اینا که بودین گیر نمیمد به مکافات. وقتی میرفتی دانشگاه هر استادی بستگی به این که از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شده، از کدام کشور آمده بود اونجا درس میداد، این خودش جزوه خودش رو درس میداد و نمیخوام بگم یه منبع درآمدی براشون بود. بعضی هاشون میگفت اینو کپی کنید به هم دیگه بدید، بعضی هاشون میگفت این فلان کتابه برید بخرید و کمبود کتاب بود. من یادمه ما به دوستان گفتیم خب اگه میگید تهران گیر میاد شیراز گیر نمیاد، این که بعضی از این تهرونی ها فکر میکنن ایران فقط تهرونه، تهرون فقط شمرونه، بهشون بگم بابا جون شیراز که شهری بود که خانم فرهمی مد فرهنگ نمیدونم جشن فرهنگ هنر را مینداخت اونجا و طرف خارجی تو خیابون سعدی سوار هم میشدن جفتگیری میکردن، این باز به نسبت تهران از لحاظ وسیله و از لحاظ کتاب و اینا مشکل داشت. و ما با یکی از دوستامون به نام آقای آفرینی یادش بخیر هستش الانم با هم صحبت، با آقای آفرینی را افتادیم بریم تهران. به دوستان دانشجو گفتیم اگر کسی کتاب میخواد یه لیست بنویسه بعد حدس بزنه. آقا من کتاب جدول وسترمان میخوام، وسترمان آقا خوششانس گفت بود بخری، این 30 تومنه، کتاب فلان میخوام این 20 تومنه، این 50 تومنه، این 100 تومنه، یه چیزی هم بیشتر بده. چون تو ایران همینجوری بود، امروز یه چیزی این قیمت بود فردا یه چیزی اون قیمت بود، حالا اتاق اصناف درست کنن، مغازه رو ببندن، طرف و زندان بندازن، قادر به کنترل نبودن، چون سیستم ایران اصلا خودشون قادر به کنترل نبودن. و الا اینجا شما میگی این میده 2 دلار، میای این ور خیابون میخری 1 دلار، ضمن اینکه الان اینجا گوشتم اضافه شده به خاطر کمبودا، از یه طرف گوشتا رو میزنن حیونا رو میکشن دفن میکنن چون کسی خریدار نیست، رستوران ها بس مواد خوراکی رو میرزن دور یا به عنوان کود استفاده میکنن، از یه طرف کمبود ایجاد شده و حالا یک نفر هست حوزه اندرو فکر کنم این یک
آشپزی هست اسپانیایی الاصل، ولی الان مثل که روزانه 6 میلیون نفر رو تو دنیا خوراک میده و اینها. این آمد یه فکر بکری کرد و گفت که این که رستوران بسته، اینم داره خوراک رو تولید میکنه، از این ورم فروشگاه مواد نداره. چون تا دیروز سعید مثلا صبح از خونه که میرفته کافیشو بیرون میخورده، ظهر نهارشو میرفته بیرون میخورده، شبم تازه از بیرون چی میخریده میبرده منزل. حالا این ستا کم شده، بیایم رستوران ها رو به عنوان فروشگاه به مردم معرفی کنیم، این خوراکایی که میرفت اونجا بره و مردم بده، که اونم کار مشکلیه ولی شدنیه. برگردیم به این کتاب و ماجرا و اینها و لیست رو گرفتیم و رفتیم. یادمه که ما یه دوستی داشتیم، بهترین دوست من تو ایران تو اون دوران بعد از به اصطلاح هنرستان و دانشجویی اینا، آقای بهروز قاسمزاده بود، داداش ایشون جمال قاسمزاده. خیلی اون موقع این خیلی از ما پیشرفته تر بود و ما فکر میکنیم این خیلی از ما امولتره. میدونید آدم های نادون تا یه موزیک فرنگی گوش میده، تا یک شلوار پاچه گشاد فکر میپوشه، فکر میکنه باباش نمیفهمه، ننش نمیفهمه، فامیلش نمیفهمن و در دنیا باز شده، این افتاده پایین، این خیلی بافهمه. ما حتی وقتی میرفتیم بیرون، این میرفت یه گوشه باغ مینشست، ضبط صوت خودش رو هم میآورد، اگه اشتباه نکنم آیوا بود، گوش میداد نوارای بنان و اینا، ما به ریشش میخندیدیم. ما احمقام این ور در ماشین رو باز میکردیم، آبجو میخوردیم و موزیکای 6-8 میذاشتیم و فلان و اینها. بماند وقتی که جمال فهمید که ما داریم میریم تهران، آمد یک کاغذی به من داد، گفت که این 3 جلد کتاب به نام فراموشخانه یا فراماسونی در ایران، نوشته ایرج اسماعیل راین، و این یک کم هم ممکنه مشکل پیش بیاد اینها، و اگر اینا رو خریدی، پولی هم که داد نمیدونم مثلا 300 تومن داد، خیلی زیاد بود، اگه اینا رو خریدی وقتی آوردی اینجا شما میتونی مجانی بخونی اینا رو. ما گفتیم اوکی و ما رفتیم تهران. اینها اون موقع ما با این کتاب فراموشخانه و فراماسونی آشنا شدیم، ولی متاسفانه چون تم دانشجو بودیم و بعدی هم که وقت داشتیم میخواستیم بریم دنبال عیش و نوش و رقص و دیسکو و فلان اینها، هیچ وقت این کتاب رو نخوندم. تا اینکه اون روز این فیلم ما داشتیم چی میکردیم، با دوستی صحبت میکردم، گفت بله این آقای اسماعیل راین توی ساواک بوده، چون تو ساواک بوده تونسته خیلی دسترسی پیدا کنه بفهمه کیا تو این سازمان بودن، توی نمیدونم چی بگیم به این فراماسونی، سازمان جبهه هست نمیدونم، در هر صورت گفت اینجا بودن و نوشتن. البته خیلی هم ایراد میگیرن، میگن که این کتاب درست نیست و فیلم های متعددی هست، حتی بی بی سی فیلم درست کرده که با اون آقای هیئت هم که 50 سال فراماسونی هست و تو آمریکا صحبت کرده، برید ببینید و اینها، اگه خواستید این فیلم ها رو میتونید تو تلویزیون مردم نشون بدید. ولی این سفر ما به تهران، هر وقت یادش میفتم یاد این میفتم، این کلمه دانشجو رو من خیلی دوست دارم، چون همون که میگه زگهواره تا گور دانش بجوی، تو آمریکا اینجوریه، شما از اولی که میری مدرسه بهت میگه استیودنت تا موقعی که چیز میشی، تو ایران عوض میشه، در هر صورت اونجا دانش آموزی بعد میشه دانشجو فلان اینا. این ما وقتی تهران بودیم، اتفاقا داداش بزرگتر منم که سرباز تهران بود و خدمت کرده و شهربانی تهران رو رانندگی کرده و تو تهران رو بلد بود، با ما بود. خب رفتیم چند نفر مجرد و دانشجو رفتیم چلو کبابی نایه، اگه اشتباه نکنم نزدیکای خیابون پهلوی یا شاید تو خود خیابون پهلوی هم بوده. بعد وقتی خواستیم بیان بریم این کتابا رو بگیریم، ما اومدیم این ور رو دیدیم که خب چقدر خیابون خوبی، خلوت، خیابون کاخ، و بریم به طرف پایین. داداش من زد اینجای من، گفت که آقا این خیابون بعد از ظهر ورود ممنوعه. گفتیم یعنی چی؟ گفت این اصل ملت از شمال میرن پایین، پولای ملت رو میگیرن، حالا بازار و فلان و کفشورشی اینا، صبح از اونجا ملت بیچاره رو ول میکنن، بی پول شدن، اینا میان میرن بالا. این خیابون صبح از این وریه، عصر از این وریه. گفتیم آقا اینجا نوشته از این وریه. گفت آقا این تابلو باید عوض میشده. گفتیم یعنی چی تابلو باید عوض میشدی؟ گفت من دارم بهت میگم، حالا میخوای بری خود دانی. ما هم بلند همینجوری رفتیم دیگه، گوش نمیده آدم، یاقی جوان. خلاصه رفتیم پایین، همچین که این خیابونه
کاخ و اومدیم رسیدیم به خیابون شارزا، یه پلیسی یه آجانی به قول ما شیرازی ها گفت که کجا داری میای، بزن کنار ببینم. بعد خب بیشتر این آجانا و اینا هم حالا یا دهاتی بودن یا شهرستانی بودن و اینها. بعد تو شیراز شما آجان و پاسبان و اینا، این آجان هم فکر کنم فرانسویه، نمیتونستن به شما تیکت بدن، ولی تهران دیگه از بس جریمه زیاد شده بود اینا تیکت هم میدادن. به من گفت گواهینامه، گفتم گواهینامه من تو میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام جریمه بنویسم. گفتم تو آجانی، تو گرم تو جریمه بنویسی؟ یه نگاه کرد که یعنی این دیگه مال کجاست. که خلاصه یک کمی دعوا شد. بعد حالا سال 1355 بود، هنوز کاری هم به انقلاب و اینا نداشت. خلاصه گفت که اینها شما خیابون ورود ممنوع اومدی. گفتم آقا ما 4 نفر تو این ماشینیم، از این بالا اومدیم، این ورود ممنوع نیست، تازه نوشته یک طرفه، ما ایرانی هم گاهی وقتی ورود ممنوع رو با یه طرفه اشتباه میکنیم. گفتم این یه طرفه بوده، منم اومدم، اون جوکه بود، طرف داشت میرفت و اخبار داشت گوش میداد، با دوستش بود. دوستش گفت که نگاه کن اخبار داره میگه که یک نفر راننده احتمالاً مسته، این داره تو ورود ممنوع میاد و همه ماشینا بوق میزنن اینها. این دوستش گفت عجب احمقیه، یه نفر چیه، همه اینها دارن تو ورود ممنوع میاد، در صورت که این تو ورود ممنوع میرفت اونا تو یه طرفه میاد. خلاصه این آقای پلیس بیسیم زد، یک افسری آمد با موتورسیکلت. حالا ببینید میخوام بهتون بگم این مملکت شاهنشاهی چه خر تو خری بود که اینجوری مملکتی که میره نفت میده به مصر. بعد پلیس اومد گفت که چی شده و اینا، گفتیم آقا این خیابون یه طرفه اومدیم پایین، این آقا ما رو گرفته. بعدم میگه اینجوری هست، بعدم ما دانشجو هستیم میخوام بریم این کتابا رو، خیابون شارزا بود میرم بخور به دانشگاه، تحویل بگیریم بریم شیراز فلان اینا. گفت که نه، شما چرا توهین کردی به مامور در حین خدمت انجام وظیفه؟ گفتیم آقا چه توهینی، تو شیراز ما گواهینامه دست آجان نمیدیم، برای که شوخی میکنن میگن ما دزد با پاسبان دست این نمیدیم. نه خلاصه گفت نخه من جریمه میدم. و گفتیم خب جریمهش چنده؟ ما میدیم. گفت نه باید بیان اجراییات. گفتیم اجراییات چیه؟ گفت اونجایی که جریمه میدین. خلاصه فردا صبح موندیم، اولا شب مجبور شدیم بمونیم، یه خرج اضافی برای دانشجو. بعد فردا رفتیم اجراییات. وقتی رفتیم اجراییات دیدم جالب بود، قاضی یه زن بود و شما میدونید این شیرین عبادی هم توی ایران قاضی بوده دوره شاه. بعد که آخوندامیان میگن قاضی که نمیتونه زن باشه، میاد میشه وکیل، ولی بدبخت درس خونده به اندازه قاضی بودن. خب هم اشاره غیر مستقیمی به فراماسونی دارد کوبریک در فیلم ساخته استنلی. خب چیزای زیادیه. بعد خلاصه نوبت ما که شد، خیلی هم برای من جالب بود، تو ایران تو شیراز شما جریمه که میشدی میرفتی جریمه رو میدادی میرفتی، اولین باری که دادگاه یا اجراییات بود تو تهران من یاد گرفتم، که بعد اومدیم آمریکا دیدیم آمریکا هم اینجوریه. خلاصه خانم قاضی صدا زد، ما بلند شدیم وایسادیم. گفت که چیه؟ گفتم اینجوری بوده تابلو گفته اینجوری. اون افسری که بعد اومد نه آجانه به اون گفت ماجرا چی بوده؟ گفت که بله ما اون کسی که با موتورسیکلت میره این تابلو رو میچرخونه دیروز بنزین نداشته. گفت خب اون بنزین نداشته، اون کارشو انجام نداده، چرا اینا رو جریمه کردی معطل کردی فلان اینها اغماز شود. من اولین بار بود که شنیدم اغماز شود، معنیش هم نمیدونستم. از در دادگاه که میبادی بیرون دست راست یه خانمی مثل میمون تو قفس بود، واقعا هم قیافش مثل میمون بود. کاغذ رو دادیم به این، فکر کردم جریمه شدیم که خب ببینیم چند میگه بدیم نجات بیام از این تهران خراب شده بریم به طرف شیراز. و خانمه گفت که نوشته اغماز شود. من اینجور سرم آوردم پایین گفتم خانم اغماز شود یعنی چی؟ گفت شما که این از اینجا که نشسته بود دادگارم میشنید، یعنی این اتاقش یا قفسش یا قفسش به همونجا را داشت هم به در بیرون. گفت که شما که گفتی من دانشجو هستم. گفتم خب خانم من چون دانشجو هستم دارم میپرسم اغماز شود یعنی چی؟ بعد این آقایی که همراه ما بود خندید گفت آفرین آفرین. به اون خانمم گفت که
شما هم یه کمی کوتاه بیا، بذار این جوونا بپرسن چیزی رو که نمیدونن. من اغماز شود، اینی هم که میگن طرف اینقدر غمزه میاد، غمزه و اغماز و اینها، یعنی اغماز یعنی چشم پوشی کردن. در صورت ما یک کلمه یاد گرفتیم، هر روز یک کلمه یاد بگیرید، اون وقت ببینید که حاصل زندگیتون چی میشه. 60 رو ضرب در 360 کنید، ولی حسابتون مثل مسعود رجوی نباشه که بلد نباشید. 60 رو ضرب در 365 کنید، ببینید تو 60 سال اگه قرار بود روزی یک کلمه یاد بگیرید، الان شما میتونستید یک دیکشنری، یک دائرة‌المعارف، یک لغتنامه به اسم خودتون داشته باشید. این هم از این. و اما آقای بهرام، آقای خسرو بهرامی لطف کرده پیام گذاشته، ما پیام ایشون رو برای شما پخش کنیم. ممنون و متشکرم. آقای بهرامی، من این روزا مخصوصا چون الان بیکار شدم کارهای ویدیویی بیشتر انجام میدم. وقتی شما زنگ میزنید گاهی وقتا تلفن رو نمیتونم جواب بدم و متاسفانه صدای زنگم رو روی ویدیوها میره، چون یادم رفته که سایلنت یا بی صداش کنم. در اصل شما برای کارهای اینجوری به همون 202-695-2573 که الان اینجا هست زنگ بزنید، پیام اینجا بذارید. حتی اگه میخواین من بهتون زنگ بزنم، به این زنگ بزنید، پیام بذارید، سوربی اگه وقت داری به من زنگ بزن. اینجوری این صدا نمیده، این مثل قدیم نیست، بینگ یو گاد میل، اینجوری نیست، به وسیله تکس برای من میاد و بی صدا هم هست، میبینم به شما زنگ میزنم. بریم سراغ آقای خسرو بهرامی از نیویورک، نیویورکی که در این دو ماه گذشته خیلی وحشتناک خیلی از شهروندان خودش رو از دست داده. آقای خسرو بهرامی در نیویورک سالهای سال زندگی میکنن، پس با هم بشنویم صدای ایشون رو. و همونجوری که همیشه گفتیم، تلویزیون مردم، صدای مردم از تلویزیون مردم. خب 1 دقیقه و 42 ثانیه. سلام عرض کردم آقای سوزی، بهرامی از نیویورک. دو تا خبر بدی دارم ولی شاید مفید باشه برای بینندگانتون، اونایی که در اروپا هستن شاید تکسیب کنن. خبر بعدی که از 15 تا یه باند بزرگ مافیایی هستن که 15 تا ایرانی هستن، 4 تاشون رو دستگیر کردن در فرانسه. اینا لباس پلیس می پوشیدن و با اسلحه جلو مردم رو می گرفتن، جلو ماشین رو برگ عبور می خواستن تو این یکی دو ماهه و راب میکردن مردمو در آلمان، فرانسه، سوئیس. 4 نفرشونی که گرفتن، اون یکیشون خانم بوده، اون خانومه فقط 40,000 یورو در خونهش داشته، 11,000 یورو هم تو جیبش بوده و دارن تحقیق میکنن که همشونو بگیرن. فعلا 4 تاشونو گرفتن، 4 تا ایرانی هم، 3 تا مردن، یه خانم بوده. یه ما پیشم که من خدمت شما زنگ زدم که خانواده ها زده خورد زیاد میشه، در خونه هستن، یکی همسر دارن، بچه دارن، تابعات و سازمان ملل آماری که گرفتن 25,000 نفر کشته شدن، 450,000 نفر هم زخمی شدن در اثر این که در خانه موندن و با هم اشکال رفتار بگو مگو دارن زده خورد. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشین و موفق باشین. بسیار ممنون، ممنونم از شما. بله، میگن که این درگیری های زن و شوهرها یا حتی رومیت ها اینا که هم خونه هستن، هم اتاق هستن، اینها با هم زیاد شده. برای که اون موقع روزا میرفتن سر کار، شبا میمدن چند ساعت، ولی الان از صبح تا شب با هم هستن. اینجا میگن میرن زیر پوست هم دیگه و امیدواریم که به خیر بگذره. ولی توی تلویزیون هم اینجا میگفت که بعد از این ماجرای کرونا احتمالاً دادگاه فامیلی کورت، طلاق و این چیزا، مشتریاشون زیاد میشه. باز ممنونم از آقای زمانیان از ایران، ایشون هم هنرمند هستن. ممنونم از آقای همایون مبصری
و خیلی خوشحالم که شما دوستان اینجا هستید. اگه لطف کنید این برنامه رو با دوستان خودتونم در میون بذارید ممنون و متشکرم. اگه کسی راجع به فراماسون ها، معماران جهان یا استادان دسیسه و تزویر صحبتی داره میتونه با همین شماره تلفنی که الان اینجا بهتون نشون میدم 202 که پیش شماره یا کد واشنگتن هست، واشنگتن دی سی 695-2573 زنگ بزنن، 3 دقیقه میتونن صحبت کنن. میگن که تلویزیون ها و شبکه ها هم بالاخره از شما پیروی کردن و پخش از منزل را پیشه کردن. خیلی ممنون، شما کاملا درست میگی. باور کنید من چند روز پیش به خانمم گفتم که مثلا آقای استیون کولبرت که میره اونجا 100 نفر کمک میکنن، حالا اومده تو خونه باز خانمش و دو تا بچه‌هاش دارن کمکش میکنن. اون آقای نمیدونم جیمی فالن تو خونه خانمش فیلم برداری میکنه، دو تا بچه‌هاش کمک میکنن با وجود که بچه‌هاش 1 ساله و 5 ساله و اینجوری هستن. اون جیمی کیمال همینجوری. و ما از من میدونید از 2003 تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتی رو راه انداختم، تلویزیون اینترنتی فارسی، و از 2006 هم به اصطلاح یه نفره داریم این بار رو به دوش میکشیم و خیلی ممنونم که بعضیا تشخیص میدن. و من تعجب کردم دیدم خیلی از اینا یادتون اون وقتا آقای هروی میمد تیشرت میپوشید، الان که برنامه خودش هست و خونه فوکل و کراوات و اینا، البته ماشاءالله خیلی چاق شده، این قبقبه میاد رو کراوات میپوشونه. و اون موقع خیلی از دوستان گله میکردن که آقا به این آقای هروی بگو درسته تو خونه هستی ولی آمریکاییام صبح که از خواب بلند میشن، حالا مثل انگلیسی ها نیستن برن کت شلوار بپوشن اینها، ولی پیژامه رو در میارن، یه لباسی چیز میپوشن. البته آمریکایی ها خیلی آدم های راحتی هستن. بمونید برگردیم، این میبینید الان شبا اینا میان ریششون رو نزدن، موهاشون رو کوتاه نکردن، لباساشون لباسای خیلی چیه، بعضی هاشون کیفیت، حالا این دوست ما میگه آقا کیفیت تصویرت کمه و اینها، آقا برو ببین اینا چه مشکلاتی پیدا میکنن. CNN، فاکس نیوز داره با مهمونش دکتر فلانی، پروفسور فلانی صحبت میکنه، یه دفعه تصویره اینجوری پیکسل پیکسل میشه، قطع میشه، صداش نمیاد. اینا رو ول کن. سوپریم کورت، عالی ترین بالاترین دادگاه این مملکت، اولین بار تو پیدایش 250 ساله آمریکا اینا یه برنامه به وسیله تلفن نه ویدیو گذاشتن. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ یکشون رفت توالت، سیفون زد، صدای سیفون میاد. بذارید یکتون لینکشو پیدا کنید بذارید اینجا. آقای خورسندی سزاته که بری اینور اونور کامنت بنویسی و اونا فوشت بدن. دیدم یه احمقی شما آمدید طنز نوشتی زیر اون ماجرای کنستانتین آخرین پادشاه یونان، که وقتی مردم تصمیم میگیرن آقا ما شاه نمیخواهیم و میره بیرون، زن ایشون گویا خواهر ملکه دانمارک هر یکی از این کشورها بوده، هلند اینها، و اونا میگن ما نمیتونیم به شما کمک کنیم، اینجا درست پادشاهیه ولی قانون داره، حساب داره اینها، و خب تام برو کار کن. فکر میکنید چه کسی میره به کمک این کنستانتین بیکار و بیار؟ شاه ایران میره اولا یه خونه براش میخره و ماهی 50,000 دلار. دوستان اون سالا ماهی 50,000 دلار پول من و شما، پول ایرانی رو میبره به اون میده. حالا آقای مانی خورسندی با این طنزش و حالت شوخ گفته بود باز دمش گرم پولو به 3-4 نفر داد، 3-4 نفر پولو خوردن، یعنی مقایسه کرده با این آخوندا که همش خودیا میخورن و اینها. بعد یه احمقی آمده بود فوشش داده بود اینها. میگه که من تنم میخوره، خواستم داستان دیروز دادگاه عالی را بگم که گفتید. خیلی ممنون آقای مبصری. و بله صدای سیفون توالتم اونجا میاد و این تازه چیزی نیست، انقدر فیلم ها الان هست که طرف دوربینش رو میخواد تنظیم کنه بلند میشه لخت لخت آقای بلند میشه، نمیدونم شلوار پاش نیست شورت پاشه. و البته این اتفاق خب برای تلویزیون های ایرانی هم افتاده و
نمونهش این امید نادان هست که گویا تلفن چیش میفته و بالا کت شلوار و کراوات و اینا، حالا ما ممکنه پایین شلوار لی یا یه شلوار گرم معمولی باشه ولی شلوارمون پامونه، البته چون اینجا سرده. باورتون میشه دیشب تو اخبار واشنگتن دی سی ماه می، هفتم ماه می، میگفت درخت گلاتونو بیارین داخل امشب یخ میزنه، یا دورشون چی بپوشینیم؟ ماه می، من یادمه ما می 1986 آمدیم اینجا و بچه من دخترمو چند ماه بیشتر سن نداشت، انقدر عرق کرده بود از اینجا موهاش اینجا چک 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 عرق میچکید که من به خانمم گفتم اگه ما اینجا بمونیم کباب میشیم، برگردیم بریم آلمان. یه دو ما موندیم و عادت کردیم، بشر عادت میکنه. در اصل ممنون و متشکرم آقای مبصری هم اون واقعه رو گذاشت. و این خانم هم دیگه حالا 87 سالشه، نمیدونم چند سالشه، بابا برو حالا درست تو اونجا سنگر رو نگه داشتی که یه مقدارم این دادگاه به اصطلاح یه طرفه نباشه، ولی یه طرفه هست دیگه. وقتی ترامپ اومده چی بگم، به چای خودشو این بی خود نبود، اسپانیا میگفتن به چه، منظورشون بچ بوده، گذاشته اونجا، الان 5-4. این خانمم که بره میشه احتمالاً 6-3، چه فرقی میکنه، چه 5-4، هر چی میخواد. دیروزم نمونهش دیدید که حالا درسته که تو دادگاه سوپریم کورت نبود، ولی توی قسمت قوه قضاییه این مردکه بار، ویلیام بار، دیدید که کسی رو که خودش آمده گفته من دروغ گفتم به اف بی آی، خودش آمده گفته من از این اون پول میگیرم، از ترکیه پول میگیرم، من کار خلاف انجام دادم، و دو تا کار خلاف به اصطلاح که جرم داره گفته، اینم گفتن آقا برو کجا به کجاست. امروز مملکت مملکت ترامپ و ایجوری. ولی یه خبر خوب بهتون بدم، این ترامپ شارلاتان خیلی فکر میکنه خوش تیپه، و برای که تیپش به هم نخوره گفت من ماسک نمیزنم. دوستان نزدیکترین کسی، نمیشه بگیم زنش چون زنش اصلا سالهاست از این دوری میکنه، نزدیکترین کسی که براش خوراک و اینا میاره، ماشینشو اینور اونور میبره، و اینجا ولی که میگن، من فکر نمیکنم ولی فقط برای ماشین باشه، گویا این آقایه یا خانمه هر کی خوراک و اینا براش میبره، این چیز شده، مثبت شده، یعنی گرفته کرونا رو. و اینا که ادعا میکرد هم اون پنس نادان به اصطلاح معاون ترامپ که ما هر هفته تست میکنن، آزمایش میکنن، و ما چون تست میکنن مثبت نیست جوابش، پس ما اوکی هستیم، در صورت که اینقدر خره، تو شاید الان تست کردی رفتی اون ور یکی از سرفه میکنه تو خیابون 16 بادش میاد اینجا، نمیدونم طرف گفت میخواد گل بخره برای مادرش، پس فردا یه شنبه روز مادره، گفت حالا گلا رو چه کار کنیم. این سانجای گوپتا خندش گرفته بود، گالا اگر با گلدون خریدی اون گلدونشو چی به مال فلان، آقا نکنید، فعلا این پولا رو بدید به اینایی که گرسنه هستن، بدید به اینایی که بیکار هستن. ولی این وسط ببینید آخوندا، حالا چه اسمش کشیش باشه، چه پریست باشه، چه ربای باشه، چه ملا باشه، چه شیخ باشه، چقدر اینا پدرسوخته هستن. نشنال کاتدرال، کاتدرال این ساختمانای اینجوری رو میگن کاتدرال، ولی یک چرچی یا یک کلیسای بزرگی هست، اگه اومدید واشنگتن حتما بیاین نگاه کنید. نشنال کاتدرال که چند سال پیشم که اینجا زلزله اومد بالاش خراب شد و یه مدت بسته بود و اینها، من خودم توش چند تا عروسی رفتم فیلم برداری کردم، جای قشنگیه. این آمده گفته نگران نباشید که گل گیر نمیاد، شما پول بدید به ما برای مادرتون یه عکس گل میفرستید. اون جوکی بود، میگفت که طرف مار رو نشون میگفت، منوش مار، آخونده اومدن گفتن آقا این دروغ میگه، این بیسواده، این که مار نیست، این ماره، میدادن. حالا از این وری برعکس شده، گفته اگه گل گیرتون نمیاد شما پول بدید به ما، اگه کسی اون رو هم داره بیاد بفرسته. نشنال کاتدرال این واشنگتن دی سی به اصطلاح انانس کرده که شما به ما پی کنید تا جمعه که امروزه، ما برای مادرتون عکس گل میفرسیم، با پروژکتورم گل میندازیم روی دیوار نشنال کاتدرال. ببینید اینا مغزشون، یعنی ما اگه میگیم
دزدای سر گردنه. الان میدونی تو آمریکا بیمه ها، بانک ها، همین کلیسا ها، اینا واقعا از دزدای سر گردنه که تو فیلم ها میدیدیم که یه سری دستمال میبستن حمله میکردن به قطار و فلان و اینها، اینها بدترن. ایشون میگن که پیشخدمت امین شخصی. آها، ولی معنیش اینه، چون ما اون چیزی که دیدیم یه جایی که یه هتلی بود مینوشت ولی پارکینگ، که ما اولا میخوندیم ولت پارکینگ، تهشو نمیخونه. بعد فهمیدیم که شما ماشینی تو میدی، من خیلی بدم میاد ماشینم میدیدم دست یه کسی، چیزی تو ماشین ندارم. ولی وقتی برمیگردی، و یه بارم با آقای ماز جبرانی بودیم، وقتی رفتیم اونجا بهش گفتم ماز شما برو داخل، من ماشین رو پارک میکنم میام. گفت نه آقا، بده به این ولی پارکینگ. دادیم به ولی. وقتی آمدیم بعد از 2 ماه $200 منو جریمه کردن، که دم ماز جبرانی گرم با اون کسی که چی بود. گفت آقا من با سوربی بودم، سوربی ماشینشو داده به این ولی، ولی شما برده گذاشته جلو خونه یه کسی، جلو محل یه کسی، اونها تیکت دادن و وقتی ولی ماشین آورده تیکت رو برداشته ریخته دور، که حتی سوربی نفهمیده که این ماشین تیکت گرفته، $100 هم شده $200، و اونها رو مجبور کرد که این $200 رو بده. دمش گرم. خانم زیبا آناهیتا، سلام و درود بر شما، خوشحالیم که با ما هستید. خانم دکتر بهیه جیلانی میگن که البته در فرانسه یک برنامه درست کردن، 3 خبرنگار با کت و شلوار و پایین تنه جوراب زنانه و کفش زنانه و پاشنه بلند، امید دانا هم از اینها یاد گرفته. نه، اون امید دانا اتفاقا ویدیوشو آقای مجید برای من فرستاد، گفت که نگاه کن این بلند میشه که به اصطلاح دوربین نیفته، بعد معلوم میشه که با شورت نشسته اونجا و مهمم نیست. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. حالا که شما گفتین این عکس و اینها، یه عکسی هست من به شما نشون بدم، اینو حتما شما هم اینور اونور دیدید، چون دیروز یه جایی بودم طرف میگفت شما صبح یه عکسی یا یه موضوعی رو بفرست بره بیرون، بعد از ظهر برمیگرده دست خودت. حتی اگه 20,000 نفر داشته باشی مثل خود، مثلا من 12,000 نفر، 11,000 خورده، چقدر روی این 20 تای این ورور دارم، میگفت بالاخره یکی از اینها یه جایی پخش میکنه، اون ور میگرده میاد به خود. حتی شما اسمتو زیرش بنویس یا یه علامت بذار برمیگرد. این یکی. حالا این عکس رو من به شما نشون بدم، چندین عکس، حالا که گفتید زنا و اینها، اینا رو تو ایران میگفتیم راهبه، اینجا میگن نان. چرا میگن نان؟ من حقیقتش نمیدونم. اینا هم بعضی مذهبا، میدونید 1,000 تا رشته داره این مسیحی ها هم. بعضی هاش اینا میتونن ازدواج کنن، بعضی هاش نمیتونن ازدواج کنن. البته حالا چه خبر هاست توی اون را، توی اون دیرها ابی، چه خبر هست توی کلیساها، اونی که دیگه بعدن میبینید. اینجا شما در وهله اول فکر میکنید که این خانمایی که بالای سرشون مقنعه و کلا و فلان هستن اینجوری لختن، ولی نه، این یه سری صندلیه، صندلیای بار که زیر پای اینهاست و اینها اینجوری. به نظر من چیز قشنگیه. و یه عکس دیگه دارم که میگه وقتی شما از ایران در رابطه با همین که بالامونی که میخوایم به مردم نشون بدیم یه جوریه، پایین ممکنه یه جور دیگه باشه. یه عکسی هست، یک خانم جوانی گویا قرار از منزل کار کنه، و حالا که داره از منزل کار میکنه بالای سر مقنعه و اینها، ولی پایینش چیزی نیست. کجا گذاشتمش؟ پیداش کردم به شما نشون میدم. بذارید اینها رو من پاک کنم. این 6 تا 7 تا عکس مال برنامه قبلی بوده. برنامه قبلی رو به شما پیشنهاد میکنم که روی بایگانی ببینید، روی فیسبوک هم ببینید. و اما اینم از این، یه ویدیو هم از مارلون براندو گذاشتم. مارلون براندو میدونید که یکی از هنرپیشه‌های قوی بود و فیلم‌های زیادی هم داشت، همه نوع فیلم هم داشته، که معروف‌ترینش اون پدرخوانده است که من هیچ وقت نتونستم تمام فیلم پدرخوانده رو ببینم. پیشنهاد می‌کنم این روزا اگه وقت دارید حتما ببینید. مارلون براندو میاد یه جایی صحبت میکنه و بهش میگه که ای بابا، ما خبر نداشتیم که آمریکا اینجوریه و اینها. میگه که
ما آمریکایی ها در رند خوترین آدم ها هستیم. و طرف بهش میگه چجور اینها، میگه بله منم همیشه فیلم ها رو نگاه میکردم و فکر میکردم که ماها آدم های خوبی هستیم، ما داریم با به اصطلاح تو مزرعه کشاورزی میکنیم، سرخپوستان میان آتیش میزنن و زن و بچهشون رو تجاوز میکنن و اونا رو هم میکشن. بعدن دیدیم نه آقا اصلا اینجوری نبوده، این بیچاره ها اینجا بودن و وقتی ما اومدیم بهشون ظلم و جور روا داشتیم. و من هنوز دارم دنبال این عکس میگردم که نشون میده بالاش به اصطلاح چجوری لباس پوشیده و پایینش چگونه. گاهی وقتا این عکس ها گیر میفته. امروز ساعت 3:30 با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود. ایشون یه مقاله نوشته بود در رابطه به این که ما ایرانی ها لالایی بلدیم ولی چرا خوابمون نمیبره. این هم میتونیم بله، آقای زمانیان میگه من صبح عکس میدم بیرون شب بلاک میشم. اون عکسایی که شما میکشی و میدی بیرون و خیلی هم هست، دیدم یه دفعه 4 تا 5 تا. خب دوستانی که یا مجاهد هستن یا طرفدار پادشاهی هستن اینا با هم گنگپ میکنن، گنگپ یعنی همدست میشن، با هم قرار میذارن که آقا بریم الان ریپورت بدیم. متاسفانه ریپورت وقتی میکنن یک کسی نیست که اونجا زنده باشه نگاه کنه. کامپیوتر، همین AI که میگن artificial intelligence، این قراره مثل آدما بشه فکر کنه، ولی این هنوز خوب کار نمیکنه. این میگه آقا اگه 20 نفر گفتن مانی خورسندی این عکسی که گذاشته بده قطعش میکنی. آقا عکس خودشو گذاشته، صبح رفته پارک، فیلم خودشو گذاشته، دوربین مال خودش، ولی این و اون میرن برش میزنن. آقای زمانی هم من فکر کنم برای شما میزنن. آقای اکبری به وضوح آمد در برنامه گفت آقا من از دست شاه اللهیا عاجز شدم، از بس هی شکایت میکنن هی اکانت من بسته میشه. حالا کی فیسبوک اون صفحه دیگه برسن به این نتیجه که آقا اینایی که زیاد شکایت میکنن ما باید یک نگاهی هم رو خودشون داشته باشیم. من هنوز دنبال اون عکس هستم، ولی خب فعلا یه عکس دیگه پیدا کردم، اینو بهتون نشون میدم که به نظر من عکس جالبیه. و میدونید که میگن یک عکس گویاتر از 1000 کلمه هست. و اینجاست، این تو بیمارستان ها عکسای پرستارا بود که میگفت شش یعنی صحبت نکنی. این عکسو یه نفر مونتاژ کرده، کار قشنگیه، گفته یهودی و مسیحی و مسلمان صحبت از دین اینجا نکنید. و بعضیا یک قدم از این جلوتر میرن و میگن دین مثل آلت تناسلیه، همه دارن، یکی بزرگ داره، یکی کوچیک داره، یکی نمیدونم زشت داره، یکی زیبا داره. میدونید که آلت تناسلی ترامپ رو اون خانمی که باهاش سکس داشته و این مردک نه فقط ماسک به پوزش نمیزنه، کاپوتم روی عزاموندش نمیکشه، بدون کاپوت رفته بود با اون خانمه. اون خانمه گفت این عزاموندش مثل یه قارچه، خیلی هم کوچیکه، سرش هم خیلی زشته. در هر صورت میگن دین و مذهب و عقیده مثل آلت تناسلیه، همه داریم ولی نباید در بیاریم به هم دیگه نشون بدیم. آقا تو شلوارت نگهش دار، تو دامنت نگهش دار، تو شورتت نگهش دار. این عکس به نظر من عکس بسیار خوبیه. خب حالا ببینیم دیگه چی داریم برای شما. یه عکس اینجا دارم، عکس حالا که پولای ایران آوردن پایین، یک کلاسی، کسی که میخواد از راجع به پول صحبت کنه میتونه زنگ بزنه، پیغام بذاره و ما در برنامه آینده پیامشو پخش میکنیم و چیز میکنیم. یکی از دوستان گفت آقا حالا که کرونا هست خب بیشتر برنامه بذار. گفتم خب شما حمایت کن، شما که اصلا حمایت نمیکنی، بیشتر از زیرو که صفر حمایت کن، تو ما هم بیشتر از یه روز در هفته برنامه بذاریم. ببینید این 20 تومانی مال 1976، روش هم نوشته 2535. خب بعد نوشته FAO. میخوام ببینم کسی میدونه این چی بوده FAO؟
رو پول ایرانی چرا انگلیسی نوشته، اونم به صورت خلاصه، و این دو تومانی بوده 20 ریال. نوشتن کسی که گندم میکارد راستی میافشاند. البته یه چی هم داریم، کسی که باد میکارد طوفان درو میکنه، اینم از اون. و اما یه عکس دیگه داریم، الان که همه ماها نگران گرسنگی هستیم، نگران کرونا هستیم، میگه ببینید کرونا رو هی میفرستیم. دیدید اون روز مثلا آقای بهرامی نوشته بود اینقدر نفر تا حالا کشته شدن اینها. ببینید این آمار رو دقت کنید، میگه گرسنگی هر روز 8000 کودک را در دنیا میکشد، در حالی که واکسن آن غذاست و موجود هم هست، اما شما چیزی از آن در رسانه ها نمی نویسید یا نمی شنوید. می دانید چرا؟ چون گرسنگی ثروتمندان را نمی کشد. می دانید یه چیزی درباره کرونا که میگن، میگن کرونا پولدار و بی پول نمی شناسه و همه رو می کشه. ضمن اینکه نه خیر، اینجوری نیست، پولدارا دسترسیشون به آزمایش، به بیمارستان اینها بیشتره. ضمناً گرسنگی درسته که ممکنه پولدارا از گرسنگی نمیرن، ولی خیلی هاشون هستن از خوراک زیاد و از خوراکای به اصطلاح ناسالم میمیرن. همه چیزو نمیشه اینجوری جمع‌بندی کنیم. خب آقای رجبی سلام. دوستان لطف کنید این برنامه رو با دیگران هم شیر کنید. برای من خیلی عجیبه که مثلا حالا ما 15000 تا نداریم، ولی همین 10-15 نفری هم که داریم، مثلا آدم فکر میکنه دیگه این 10-15 نفر حداقل کاری که میتونن بکنن شیر کنن با دوستانشون. ممنونم آقای خورسندی کار میکنه، سم این کار میکنه، آقای سلیمانی این کار میکنه و خانم جیلانی بعضی وقتا ویدیوهای ما رو شیر میکنن. اقلا یه کاری انجام بدیم، به قدمی، به قلمی، به رقمی، به درهمی یه کاری انجام بدیم. این از این. و اما ایران، آها، میدونید که هفته پیش بود باز همه جا دیدیم که یک آقایی ویدیو درست کرده بود و رفته بود گزارش تهیه کرده بود و توی این گزارش ادرار شتر رو هم نوش جان کرده بود و در این مورد هم عکس ها و ویدیوهای زیادی بود. حالا نوشته که این آقا میبینید شیشه یا پلاستیک گرفته اینجا ادرار شتر رو میخواد جمع کنه و این نوشته حلاله. بعد اینجا نوشته این شراب تمیز و از این انگور و اینها گرفتن حرامه. و اما اینجا نوشته کافه محمد، یکی از این چیزایی که برای آبجو تب یا آبجو بشکه استفاده میکنن، چپوندن فلان جای این شتر و میگه اینم کافه محمد و کافه به اصطلاح شتورها و این اسلامی ها و اینها. و من براتون گفتم که چند سال پیش آقای احمدیان یه بار گفت چند هفته نمیتونم برنامه داشته باشم چون دارم میرم هندوستان و اونجا یک به اصطلاح ادرار گاو رو که این هندی ها استفاده میکنن، یک مایهی داخلش هست، یه موادی داخلش هست که این برای مریضی های پوستی و اینها خوبه. و من حتی گفتم ما اولی، من قبل از این مثلا کشتی بگیرم و اینا، چون شما تو محلی که هستید اولین بازی که میتونی بدون تور و بدون اینها این فوتباله، یه توپ 5000 یه توپ میخریدیم، این میزد اون میزد، آخرم پاره میشد میافتاد خونه یه همسایه، به جای اون که بیان بگن آقا پول جمع کنیم اینا برن یه جایی، چاقو میدم میگه حالا خوب شد، دلتون خنک شد، میگفتیم بله خیلی ممنون، میرفتیم از فردا ظهر هممون میرفتیم در خونه اینا در میزدیم و فرار میکردیم. بمانه فوتبال بازی میکردیم، تو این فوتبال که بازی میکردیم بعد برو نمیدونم باقی کلانتری و زمینای خاکی که توش سنگم بود، وقتی میخوردی زمین دستت، زانوی، جایی زخمی میشد، همون دوستات میگفتن روش ادرار کن، روش جیش کن، خوب میشه و خوبم میشد. و آقای خورسندی فکر کنم نوشته بود برای اینکه داخل ادرار آمونیاک هست، فکر کنم اینه. خب آقای نیساری، من به دوستان گفتم که هفته آینده با آقای فرزاد نیساری هستیم، خیلی ریاکشن یا عکس العمل درباره ویدیوی آقای آبتین گرفتیم با تلفن و با ایمیل و اینها و چند نفر میگن میخوان با ایشون مناظره کنن.
گفتم با خودشون تماس بگیرید، صفحه های مختلفی دارن روی فیسبوک، من اینجا میتونم مجری برنامه باشم ولی من نمیتونم تهیه کننده باشم. تهیه کننده یعنی کسی که هم مخارجش رو بده هم برنامه بذاره، آقا تو صحبت کن، بعد این صحبت کن، این کار کن. مثلا برنامه کانون آوا من تهیه کنندهش نیستم دوستان، من اجرا میکنم. یعنی مثل یه راننده‌ای که شما زنگ میزنی به یه شرکتی، آژانس الحمدلله تو ایران تو تهران الان زیاده، اینجا هم هست، زنگ میزنی این میاد شما رو از اینجا ور میداره میبره مثلا واشنگتن. این تصمیم نگرفته شما رو ببره واشنگتن، شما تصمیم گرفتین، شما بودجهشو به اصطلاح تامین کردید، اون فقط راننده است، شما رو میاد میبره. بله راننده خوب داریم، راننده بد داریم. الان سربی امروز اومده اینجا تصویر شطرنجی شده، چرا؟ چون فیسبوک میخواد به این وسیله بگه سربی پاتو از حد خودت دراز کردی. تازه ناگفته نماند، من برنامه امروزو یادم رفته که با مردم تیوی هم شیر کنم، ولی تازه نکردیم و اینجوری هست. اینم از این. آقای فرزاد نیساری هفته آینده که 15 هست با ما هستن، اگر سوالی دارید با خود ایشون مستقیما تماس بگیرید. دو تا وبسایت دارن. دوباره یه دوستی از ایران تماس گرفته، قبلا هم دو بار ایشون تماس گرفته. دوستان یه شعری بود اون وقتا میگو محض رضای خدا، آقا تو رو جون هر کی دوست دارید، اگه یه جا زنگ میزنید نمیخواین پیام بذارید، تا اون پیام آوتگوینگ مسیجش داره پخش میشه گوشی رو بذار بر، ولی وای میسین اون شروع میکنه حرف زدن، هی شما حرف میزنی یا الو الو هستی هستی، بعد که حالا نوبتته که صحبت کنی صحبت نمیکنی، 13 ثانیه 10 ثانیه 15 ثانیه ما هم گوش میدیم میگیم احترام بذاریم، حالا اینم 7 ثانیه است، ببینیم این دوستمون چی گفته. هیچ. ببینیم زنگ میزنه وای میسه پیام من پخش میشه، از ایران داره زنگ میزنه، آی اون آقایی که 919 هستی آخرش هم 31 هستی، ببخشید اینجوری باید حرف میزنم، اما چه مرضی داری که پیامت رو نمیگی؟ چه فرقی میکنه که من این گوشی رو بردارم بگم الو، یا اینکه اون طرف سوربی میگه تلویزیون مردم زنگ زدید لطفا پیام خود رو بذارید، مثل آقای بهرامی پیامتو بذار سوربی من از ایران هستم، من آقای زمانیان هستم، من آقای محمدی هستم، من آقای ایکس هستم، آقای یوسفی هستم، میخواستم به شما بگم امروز توی ایران تصمیم گرفتن پولا 4-0 بره. ماجرا این ویدیوی آقای روحانی چی بوده؟ ما مسعود رجبی رو مسخره میکنیم، گویا روحانی هم توی اعداد و ارقام یه اشتباهی کرده. دیروز یه جایی بودم به من گفتن شما این ویدیو رو دیدی؟ گفتم نه. گفت ای آقا شما ندیدی؟ گفتم آقا قرار نیست هر چی ویدیو تو دنیا هست هر مزخرفی تو دیدی منم اونو دیده باشم. شما از صبح رو از تو از روی واتساپ هستی 10 نفر برات میفرستن، من واتساپ رو نگاه نمی کنم، باز نمی کنم، چون تا باز میکنم میبینم 100 نفر چی فرستادن، ورش میدارم، اپشو ور میدارم، هر وقت بخوام با یک کسی تماس بگیرم برای که پول ندم اون ذات خسیسمون ایرانی، چون ماها یه جورایی با کلیمیا دوست هستیم. این ماجرای آمریکا و اینجوری الان به گل افتاده، این کوشنر رو دست کم نگیرید، این چون یهودی الاصل هستن، اینا اگه اشتباه نکنم از طرفای یونان و اینورا اومدن و اینا اینجا خیلی سابقه جنایت و دزدی و کان آرتیست بودن و کلاهبرداری و اینها داشتن، حالا این توفالش افتاده بر روی ترامپ و چه رابطه بین این ترامپ با این پسرک من نمیدونم، و مثلا رفته 12 نفر از دوستان کم تجربهش آورده و یه سری کارای مملکت آمریکا رو سلو یا آهسته کرده، همین که چکای برسه به دست مردم بی پولن فلانن اینها، و تقصیر اینه کوشنر. چرا؟ چون آدمایی که کار بلدن نمیان یا ترامپ نمیره باهاشون ازشون بخواد که بیان. خب کانون آوا ویدیوی امروز رو دریافت کردن، به احتمال زیاد تا دقایق دیگه میذارن روی بایگانی، میتونید ببینید، ضمن اینکه این ویدیوها تا هفته آینده هم اینجا پخش میشه.
آقای نیساری میگه بله چند تا حزب اللهی تماس گرفتن، فقط با خامنه ای اگر بخواهد در ملأ عام مصاحبه میکنیم، اما همه رهبران اپوزیسیون در خدمتشون هستیم. خب نگاه کنید آقای نیساری، اگر شما و آقای آبتین به رضا پهلوی میگید بیا نمیاد، اگر به آقای شریعت مداری اسمش میگید بیاد نمیاد، اگه به ایکس میگید بیاد نمیاد و میرین یه برنامه میذارین اون طرف رو محکوم و محاکمه و اینها میکنید که اینا یه ریگی به کفششون هست و اگر نبود میامدن، چطور اگه یه نفر به شما میگه بیا شما میگی برو آقا من فقط با خامنه ای صحبت میکنم؟ ببینید این اشکال ما هست. یه ویدیویی هم بعد برنامه دوست برای من فرستاد، آقا شما چه آدم خوبی هستی که با آبتین صحبت میکنی، این ویدیو رو دیدی؟ گفتم بله، همون سالها من این ویدیو رو دیدم و ماها به قول آقای نیساری پوست کلوف شدیم. اگه پوست کلوف نبودیم که از بین میرفتیم. ما بیدی نیستیم که به این بادا بلرزیم. وقتی آقای آبتین میاد به خاطر 50 دلار، به خاطر 100 دلار، در صورت که همه میدونن آقا من ممکنه با یک کاسبی کار کنم 50 دلار اضافه بهش بدم یا 50 دلار اون به من اضافه بده، آدمای صادق اونو برمیگردونن، یا اون میگه آقا اون روز من بهت پول که دادم اشتباه کردم، دو تا چسبیده بود به هم، یا شما برمیگرد میگه آقا این دو تا چسبیده بود به هم بشون. ولی آدمای دروغگو، آدمای پس فطرت هستن که تا یه اشکالی پیدا میکنن به یه کسی میرن میگن این ماموره. البته من با آقای آبتین گفتم الان پشت سرش بگیم، اون وقتا میگفتن اگه خودش نیست خداش هست، حالا اگه خودش نیست دوستش اینجا هست آقای نیساری. آقای آبتین خیلی عوض شده تو این 5 سال. اون 5 سال مثل که این تازه از ایران اومده بود، هنوز اون جو ایران و اون ببخشید لات بازی ها و نمیدونم قمه کشیدن و خیابونا رو بستن و اینا تو مغزش بود. وقتی اومد اینجا دید نه آقا اینجوری نیست، آقا تو اومدی برنامه گذاشتی، به قول خودت میگی این سربی خدای کامپیوتره، میگم آقا من خدای کامپیوتر نیستم، تو چون بلد نیستی من دو تا چی بلدم فکر میکنی من خدا هستم، آمده کارت اشکال داشته من بهت گفتم میتونم کمکت کنم، همون جوری که اون روز گیر افتاده بودی آقای نیساری اومد کمکت کرد، فردا اگه با آقای نیساری مشکل پیدا کنی میگی آقای نیساری دسیسه کرد آمد در سیستم من. آقا تو سیستمت چی داری به جز 4 تا عکس بیاری فتوشاپ کنی بشینی یه سری مو و سیبیل تا آرایش بدی و یه چیزایی رو که تکرار مکرراته؟ اولا من باور دارم که آقای آبتین سواد کافی نداره، حالا به دلیل جنگ بوده، سیکل داشته، دیپلم ناقص داشته، بلند شده رفته جنگ، هرچی بعد آلمان هست نمیره درس بخونه، هی نشسته هی برنامه میذاره تو اینستاگرام، همون 4 نفر هی میان به به خان فلان خان کتبان خان فلان، آقا برو دوتا من روز 4 که رسیدم آلمان رفتم کلاس، طرف گفت آقا مگه تو نمیخوای بری آمریکا؟ گفتم چرا؟ گفت چرا میری کلاس آلمانی؟ گفتم برای که باید با این مردم ارتباط برقرار کنی و بیا جلو. آقای آبتین من کسایی که اونجا 17 سال اونجا بودن به هم پول میدادن، حالا میبردن یه نهاری بهمون میدادن که برم دولمیچرشون باشم، چون آلمان هستی مترجم یا ترنسلیتور میشه دولمیچر، که دولمیچرشون، حالا من چقدر میدونستم از اون 6 تا کلمه بیشتر بلد بودم، تفاوت هویته و مورگن و نمیدونم لویته و پیپل و اینا رو بلد شده بودم، ولی همه چی در زندگی نسبیه. آقا شما چه سیستمی داشتی که من آمدم در سیستمت و خیلی تلاش کردم که وارد بشم؟ چه واردی؟ شما خودت اومدی عکس رضایی رو با افتخار گذاشتی، حالا میگی نه من از طریق فرهنگی رفتم اونجا. ملت میان میگن آه همه این فرهنگی ها انجمن فلانی ها زیر نفوذ مساجد بود، شما نمیتونی بگی من منتخب مردمم اونای دیگه منتصبن. اینه اشکال ما، اینه با 2 نفر که مخالفمون هستن حاضر نیستیم مناظره کنیم، بهش به اون یکی میگیم مغز پهنی، به اون یکی میگیم مغز فندقی، خب اونم فوش خار مادر میده میره، در صورتی که اینجا باید محیط بازی داشته باشیم که بتونیم. اتفاقا یه عکس دارم خیلی قشنگه اگه بتونم نش پیداش کنم. بله نگاه کنید دوستان این صفحه رو براتون تا اونجایی که امکان داره بزرگ کنم.
ببینید چقدر قشنگ نوشته. ببینید الان کسی که تفکرش با تو متفاوت است دشمنت نیست، انسان دیگری است با یک با دیدگاه دیگر، فقط همین. اگر فقط همین یک اصل را میپذیرفتیم روابطمان بهتر میشد. آرامشی توأم با احترام، به همین سادگی مشکل ما افکار بسته است. حالا چرا تو سر این چرخ دنده کشیده و علامت سوال، یعنی همش از خودش میپرسه این یکی ستاره و نمیدونم علامت تعجب نمیدونم. در هر صورت ممنون و متشکرم. همونجور که بهتون گفتم ساعت 3:30 امروز با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود تا درباره آخرین نوشته یا مقاله ایشون، مقاله کوتاه و آدم یاد میگیره، و ضمناً کتاب خداسالاری و درماندگی رو هم ایشون لطف کردن باز فرستادن چند تا، اگر شما دوستان مایل هستید. بیشتر اونایی که تو آمریکا هستن، چون کانادا و اروپا و اینا پول پستش زیاد میشه، دردسر زیاد داره، کاستوم گمرک و اینها، اونو بعدن از خود آقای چیز بگیرید، آقای لادن بگیرید بهتر. ولی کسایی که تو آمریکا هستن هم حمایت کنن، $50 $100 بفرستن، ما براشون یکی از این کتابا رو پست میکنیم با آدرسشون. کتاب تو آمریکا وقتی پست میکنی $3-4 بیشتر خرجش نمیشه، چون میشه مدیا و ارزون میشه. در صورت کتابایشون هست و از اسم خدا سالاری هم نترسید، راجع به خدا و اینا نیست، اتفاقا میگه اینایی که دیکتاتورن، اینایی که دروغگوان، اینایی که پدر سوخته هستن به اسم خدا میان سوار شما میشن. اون یکی میگه شاهنشاهی نمیدونم موهبتی است الهی خدا رو میکشه، این یکی هم میگه من ولایت فقیه هم و من نماینده خدا رو زمینم. میگه اینا رو اگه بذاری کنار شما خدا رو، بگی آقا خدا با من تماس گرفت. من بهتون گفتم یه مدت این کارو میکردم، بعد خانمم گفت بابا اینا بچهای جوونی هستن، حالا از رو نادانی یا هرچی این کارو میکنن، هم میترسن هم برای خود دردسر درست نکن. حتما شما هم دیدی این یهوا یا اینایی که با دو چرخه با فکل کراوات میاد در خونه شما، یه بوکلت هم دستشه میخواد به شما خدا رو معرفی کنه. من یه مدت به اینا اذیت میکردم، میگفتم چه خوب شد شما اومدی. میگفت چطور؟ میگفتم صبح خدا با من صحبت کرد، گفت دو تا جوان میان اونجا، اینا خیلی آدم های خوبی هن. تو مأموریت داری اینا رو با چاقو سرشون رو ببری که زود اینا بیان پهلو من. و من تا الان نگران بودم که چرا شماها نیومدی. این دوتا یه نگاهی به هم میکردن، میگفتن این دیگه دیوون است، خارجی، لهجه میدل ایستی اینها. بعد میگفتم آقا برو ولمون کن، برو دنبال کار زندگی. به قول پدر من میگفت برو مادرتو شوهر بده به اینایی که میخواستن کلا بذارن سر مردم. سور بیکاکو، ما با هر کسی که از ابراز موقعیت سیاسی خود خودداری کند گفتگو نداریم، مگر آنکه خبرنگاری آزاد و بدون وابستگی باشه یا حقوق بگیره دشمن که کارش فقط خرابکاریش، کاری نداریم. بهتر از رئیسشون بیا جلو. ببینید آقای نیساری، شما اتفاقا از اونها بترس که بیان به شما بگن ما با شما هستیم، عقیدت رو قبول داریم، فلان بیسار، قولت میدم اگه قرار باشه ضربه‌ای بخوری از اونها میخوری. من اینو به این شاهولایی احمق میگم، میگم احمق، من اگه میخواستم به شما ضربه بزنم، اون تیمسار ژاندارمری شیرازی که آمد التماس کرد که سربی من تو رو میشناسم، خانوادت رو میشناسم، بیا بریم پهلوی این رضا پهلوی، آقا نون اونجاست، پول اونجاست، قدرت اونجاست، سکس اونجاست، معروفیت اونجاست، گفتم نمیام. ولی اونایی که رفتن، همین آقای پیرزاد بود، کی بود گویا رفتن حالا عربستان پول بگیرن، سر پول دعواشون شده، یه ویدیو خیلی خوبی آقای دادرس و آقای انصاری درست کردن، حتما برید ببینید. اگرم کسی میخواد میتونه این ویدیو رو اسپانسر کنه یا حامی بشه تا ما توی فیسبوک خودمون بذاریم، توی تلویزیون مردم هم مردمتیوی.com نشون بدیم. خب ساعت 3:25 است و این ماجرای باند 15 نفری رو توی چیز همین بود که خانم جیلانی نوشت که چند نفر بودن. البته آقای بهرامی گفت که توی فرانسه و آلمان و اینها، خب اروپا دیگه الان مخصوصا از موقعی که اون مرزا برداشته شد ایالات متحده اروپا،
دیگه کسی که توی فرانسه هست 2 ساعت میرونه میشه نمیدونم فلان کشور، 2 ساعت میره از این و میشه یک کشور دیگه. و مهمیه که اینایی که میخوان واقعا از راه پدرسوختگی، از راه شالاتانیزم زندگی کنن، همیشه براشون موقعیت بوده و هست. و اما کره شمالی بعد از رزمایش هوایی کره جنوبی گفت دشمن دشمن میماند. کره شمالی چند هفته، 2 هفته پیش یا هفته پیش بود که یه موشکی رم زد، این پامپئو، برید دوستان عکس پامپئو رو تو سفارت یا دفتر حفاظت ایران پیدا کنید. این پامپئو قبل از اینکه ترامپ بیاد با 2 تا نماینده دیگه فوریه 2016 رفتن تو سفارت ایران که به ما ویزا بده ما بریم ایران ببینیم چه خبره. اون احمقا باید بهش ویزا میدادن که بره اونجا، 2 تا چلو کباب بهش میدادن اصلا خفه میشد. اونا که حماقت کردن هیچ. بعد این افتاد دنبال ترامپ و میبینید که حالا وزیر امور خارجه، حتی میخواست سناتور بشه دوباره و الی آخر. کاکو موافقم، ما همه جوانب را در نظر داریم، گارد همیشه بالاست، ورزشگاه پل حمزه، دروازه اصفهان، شیراز. بله من توی اون تربیت بدنی آقای توانا اینا اونجا بودن، من توی اون شروع به کشتی کردم، بعد اون سالن نادر جدید راه افتاد، چقدر برای من خوب شده بود. من اون وقتا هنرستان بودم، بعد به خاطر کشتی باید 1-2 ساعت همینجوری میپلکیدم یا میچرخیدم تا ساعت 4 بشه بریم اون برای خیابون تربیت بدنی کشتی بگیریم. نه نونی خورده بودیم، نه نهار خورده بودیم، رمق نداشتیم. ولی بعد که سالن نادر شد من دیگه قشنگ میرفتم خونه نهار میخوردم، نهارم جاتون خالی. این مادر من یه سینی مسی داشتیم پر استانبولی، یا چی بهش میگفتیم، چیچی لویا پلو، بعضی ها میگن، بعضی ها میگن استانبولی، دوتا شکل میخوردم. بعد میگفت حالا تو چجوری میخوای بری ورزش کنی، نمیدونم چی میگیری، دی آپاندیس میگیری اینها، شاید به خاطر همین مالی نشدم تو کشتی. بعد میرفتم سالن نادر، از سالن نادر هم وقتی اومدیم بیرون میرفتیم، یه آقایی بود که بعد پسرش شاگرد من شد، اونجا عرق بیدیمشک میخوردیم، میگفت بخورین شما کشتیگیرا، این عرق بیدیمشک برای قلب خوبه، این عرقای بیدیمشک و شاتره و گاوزبون و اینها یادش به خیر. ساعت 3:28 است. اجازه بدید من آقای لادن رو در فیسبوک که چه ارز کنم در سکایپ به اصطلاح داشته باشیم آماده و با ایشون باشیم. ضمناً چند نفر از شما گفتید که نوشته های اینفورمیشن های تماس و اینها برای اندیشکده، برای آقای لادن، برای فیسبوکشون، برای تلگرامشون، برای اینستاگرامشون، برای واتسپشون به وضوح دیده نمیشه. دوستان در اندیشکده لطف کردن نوشتن. متاسفانه الان میدونید همه زندگی ما شده اینجوری، یعنی همه چیز عمودیه، هرچی به این دوستان میگیم دوستان چشمای ما اینجوریه، طبیعت اینجوریه، چرا اینجوری میکنین؟ اینا روی اون نوشتن. حالا من چقدرشو بتونم به شما نشون بدم خواهیم دید. بریم و این سوالا رو از آقای لادن داشته باشیم و بله پرسش ها رو هم اینجا نوشتم، اینجا صدا رو کم کنم. مثل همیشه تصویر عالی. من برای همه دوستان قبل از برنامه میفرستم که اینترنتتون رو خاموش روشن کنید، اینجور اونجور. تنها کسی که این کار رو انجام ندادم آقای لادن بوده، چون ایشون خیلی قشنگ خیلی مرتب کاراشون رو انجام میدن و من از این بابت از ایشون ممنون و متشکرم. خب بیاین تصویر ایشون رو هم بدیم به سیستممون تا با هم به قول آقای لادن همگام باشیم و بتونیم یه برنامه خوب رو امروز تحویل شما دوستان بدیم. آقای لادن من به شما تبریک میگم، خیلی از دوستان شما رو دوست دارن، حالا نمیدونم این رابطه معلم و شاگردیه، رابطه همگام بودنه. خلاصه یاد اون شعره میفتم که ای بسا دو نفر که زبان همدیگر رو متوجه نمیشن ولی دلشون یا قلبشون به هم راه داره. به نظر میرسه شما تونستید این نفوذ رو داشته باشید. از قول من
از دوستانی که در اندیشکده اون اینفورمیشن اندیشکده رو برای ما فرستادن تشکر کنید. ولی من قبل از برنامه هم نشون دادم این دوستان اینجوری نوشتن، یعنی عمودی و توی صفحه درست جا نمیگیره، ولی ما تلاش خودمون میکنیم. از هفته قبل خیلی بهتر شده. تا اینجا که صحبت کردم من، دوستان اینا رو نادیده و ناشنیده بگیرید، از اینجا برنامه ما شروع میشه. با سلام خدمت آقای امیرحسین لادن، ضمن خوش آمد به ایشون. آقای لادن، مقاله شما رو خوندم. ما ایرانی ها لالایی بلدیم، ولی چرا خوابمون نمیبره؟ اگر لطف کنید یه مقداری توضیح بدید تا من سوالا رو مطرح کنم و شما مثل همیشه موضوع برای ما باز کنید، و اگر دوستان هم سوالی یا پرسشی یا نظری دارن در فیسبوک مطرح کنن، یا بعد از برنامه با شما تماس بگیرن و شما در برنامه‌های آینده یا به طور خصوصی به اونها پاسخ بدید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. سپاسگزارم. درود بر شما، بر بینندگان تلویزیون مردم و بر هممیهنانمون. اشاره کردین به این که بعضی ها من دوست دارن یا به برنامه علاقه مندن. خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحالم و فکر کنم علتش اینه که من دنبال بیان حقایق و نشون دادن واقعیت ها هستم و مردم درک می کنن و به خاطر اون علاقه دارن. به هر حال من سپاسگزارم، خوشحالم که چنین چیزی هست. راجب این مقاله من ببینم که شما گفتین مقاله رو گذاشتین در اختیار دوستان. تیترش دو، اول عنوانش هست ما ایرانیان لالایی بلدیم خوابمون نمیبره. عنوان دومش هست کی و چه وقت دولت مشروطه خواهد شد. و نمیدونم میخواین با پرسش شروع کنیم یا میخواین من توضیحی بدم؟ اگه اجازه بدید من سه تا پرسش اینجا از شما میپرسم، ولی شما مختار هستید بیشتر بستشون بدید، بیشتر صحبت کنید، یا حتی چیزهای دیگه اگه دوست دارید اضافه کنید. اون قسمت پاراگراف اول شما در مورد احساساتی بودن و شعاری بودن می نویسید. توی پاراگراف دوم آمار همه پرسی شاه و خمینی رو مقایسه می کنید و می پرسید چگونه امکان پذیر هست که همه ما با شاه موافق باشیم و خمینی هم همراه باشیم. اینو چجوری شما می تونید پاسخ بدید؟ حتما. ببینید در مورد احساساتی و شعاری بودن، اگه یکی دو مورد رو مرور کنیم خودشو نشون میده. برای مثال یه هفته پیش از کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت مصدق، یه دونه همه پرسی دولت مصدق میکنه. 99.99% مردم ابراز اعتماد میکنن به دولت مصدق. چهار روز بعد، روز 25 مرداد، شاه فرار میکنه و خیابانها پر شده از تظاهر کننده ها و فریادهای مرگ بر شاه فراری، زنده باد محمد مصدق ناجی شرق. سه روز بعدش 28 مرداد، همون تظاهر کننده ها میان تو خیابون و شعار میدن مرگ بر مصدق جاوید شاه. این شماره یک. دو، چند ماه پیش از انقلاب 57 و سرنگونی حکومت شاه، میلیون ها ایرانی تو خیابون فریاد میزد ای شاه خائن آواره کردی. چند خط دیگه آخرش میگفتن مرگ بر شاه. شبها رو پشت بون الله اکبر میگفتن. چهره خمینی رو، صورت خمینی رو توی ماه میدیدن. حالا یه نفر پیدا نمیشه که بپذیره تو انقلاب شرکت داشت. بعد از انقلاب برای مدت ها هر روز میلیون ها تن تو خیابونا شعار میدن ما همه سرباز تو این خمینی. خب شما اینا رو بذاریم بغل هم دیگه، چرا به همون بر میخوره که بگن ما مردم احساساتی و شعاری هستیم؟ اما پاسخ به بخش
دوم پرسشتون اینه که ما مسائل رو بدون بررسی و مطالعه توتیوار تکرار میکنیم. و یه مثال کوچیک اینجا براتون بزنم. خلیل ملکی یک مبارز از خود گذشته میهنمون بود که بخش عظیمی از زندگیشو در زندانهای پهلوی بود، پدر و پسر، هم تو زمان رضاشاه زندانی بود هم تو زمان پسرش. یه زمانی که توی زندان فلک الافلاکه از یه طرف اسیر زندان شاهه، از طرف دیگه زندانی ها که یه عده زیادیشون اینو گذاشته بودن تو بخشی که توده یا بودن، یک بخش عظیمی از اونا جوونا و دانشجو بودن که این تو خاطراتش میگه اتفاقا بسیار بسیار انسانهای خوبی بودن، ولی حزب بهشون گفته بود که این خلیل ملکی خائنه. میگم اینا با نگاه هاشون مثل این که دارن خنجر میزنن در وجود من، و من دید اونا، نگاه اونا برام از زندان خیلی خیلی شدیدتر و سختتر. در رابطه با این جور مسائل 6 سال پیش یک مقاله‌ای منتشر کردم با عنوان پخش مطالب بدون بررسی شرکت در شایع سازیه. میخوام یکی دو خطشو برای بیننده ها بخونم. اینترنت و شبکه های اجتماعی دارای خصوصیات دوگانه هستند، مانند صنایع هسته‌ای، که هم میتوانند سازنده باشند برای صلح و انرژی و هم میتونن برای جنگ و نابودی مورد استفاده قرار بگیرن. در چارچوب اینترنت از یک سو به آسانی اطلاعات رو در دست داریم و میتونیم بیاموزیم، در زمینی که به همون آسانی اطلاعات نادرست، دروغ و شایعه ها میتونه ما رو گمراه بکنه. و علت اینی که میتونه ما رو گمراه بکنه برای اینکه ما پدیده درست و دقیق نخواندن و بررسی نکردن در فرهنگمون جاسازی شده و جا افتاده. سپاسگزارم. خیلی ممنون. یه فیلمی رو آخوندا ساختن که متاسفانه تو همینم به اصطلاح نشون میدن که چقدر مغرض هستن و تاریخ رو تحریف کردن. ضمن اینکه ما هممون قبول داریم که شاه و همدستانش یا فامیلش و اینها اشتباه کردن و اگر امروز ما آخوندها رو داریم نتیجه سیاست‌های بد اونهاست، ولی توی اون فیلم حداقل یه چیزی رو فکر کنم درست نشون دادن که اون کسایی که پدر خود منم همینو میگفت که مردم صبح میگفتن یا مرگ یا مصدق، عصر میگفتن زنده باد شاه. توی اون فیلم نشون میده که اینا دو گروه مردم هستن، مردمی که صبح آمدن اونو گفتن مردم هستن، ولی اونایی که بعد آمدن گفتن زنده باد شاه شعبون بیمخا بودن، و افرادی که حتی این روزولت نوش آمد و گفت که ما پول بردیم و اینها. شما نظرتون در این مورد چیه؟ ببینید، اول به یه مسئله نگاه کنید. شما مثال جمهوری اسلامی رو زدین، آخونده رو زدین که چنین کاری میکنن. همین کار رو سلطنت طلبان میکنن و از شبکه مناطق و نمیدونم ایران اینترنسیونال هم پخش میشه. چجوری اینا حرفشون رو میزنن و من و شما و دیگران بهش باور میکنیم در یه حدی؟ برای اینکه یک نیمه راست ها و یا نیمه دروغ ها رو هم نشون میدن که ما میپذیریم. اینی که الان شما اشاره کردین یک نیمه راست یا نیمه دروغه. چطوری؟ بله، شبون بیمخا شرکت داشتن، حتی سربازهای گارد من حتی دیدم، من خودم با چشای خودم دیدم که شلوار سربازی، پوتین سربازی پوشه، ولی یه دونه پیرهن شخصی روش پوشیده. اونا هم بودن که فریاد میزدن جاوید شاه، برای اینکه پول گرفته بودن، ولی مردم هم بودن. من بابام داروخانه داشت توی جنوب تهران، من هم 30 تیر هم 28 مرداد جلوی داروخانه پدرم شاهد این مسائل بودم. غیر از اینکه تمام هر چیزی که در مورد
صد سال گذشته ایران نوشته شده که من تونستم پیدا کنم به خاطر پژوهش خوندم. و اینو با اطمینان بهتون میگم که عده زیادیش خودمون بودیم. خیلی ممنون. درباره پول گرفتن یک نوشته هست که میگن وقتی که به اصطلاح درباریان و ساواک و اینها به شاه گفتن که مردم اینا شایع شد که اینها 25,000 پول گرفتن آمدن خیابون و اینا اینو پخش کردن که اینا پول گرفتن، یکی از این آیت الله ها گفته بود که خب ببین شما چه مملکتی درست کردی که مردمش به خاطر 25,000 حاضرن خودفروشی کنن و حتی از به اصطلاح باور خودشون چشم بپوشن و بیان شعار بدن برای دیگران. خیلی ممنون از شما آقای لادن. جان سوابی راجب 25,000 که گفتین، بذارین یک آمار حقیقی هم برای هممیهنانمون بگم، به هم این که جنرال شوارتزکوف، عموی این شوارتزکوفی که در نابودی عراق شرکت داشت، با دو تا چمدون پول که میگن در حدود 6 میلیون دلار بوده پیش از کودتا میره ایران. آقای مانتی وودهاوس که بوده رئیس عملیات چکمه از طرف MI6 در ایران، یک هواپیما، اسلحه های جنگ های خیابونی و از یک طرف خودش میگه 2 میلیون پوند، ولی میگن در حدود 6 میلیون یا 8 میلیون پوند انگلیسی هم میاد و توی قلمرغی پیاده میشه. حالا دلارهایی که در ایران به وسیله آیت الله بهبهانی، شمس قنات آبادی و آیت الله کاشانی توزیع میشه، اینقدر دلار زیاد در دست مردم بوده که دلار در تهران سقوط میکنه. حساب 25,000 داستانه. بفهم. بسیار ممنونم از شما. این ماجرای 6 میلیون اینا حتی یه جایی خودمون CIA و طرح جکس گفته بود که انقدر ما اینا رو ارزون خریدیم که لازم نبود از همه پولا استفاده کنیم. خب پرسش بعدی اینه که لالایی بلدیم خواهون نمبره رو رب دادید به جست هایی که در شبکه های اجتماعی میگیریم، منظورتون چیه از این جست ها؟ ببینید، جست گرفتن حرکت و عملی دنبالش نیست. جست ما بهترین و آموزنده ترین پند ها رو توی شبکه های اجتماعی پست میکنیم هر روز. مثلا شما نگاه کنیم به این پست که بی نظیره، میگه که دوران عقب ماندگی ملت ما زمانی آغاز شد که جای اندیشیدن را تقلید، جای تلاش و کوشش را دعا، جای فکر کردن به آرزوهای بزرگ را قناعت، جای اراده برای رفتن و رسیدن را قسمت و جای تصمیم عقلانی را استخاره گرفت. خب ببینید، این بی نظیره. یعنی همونایی که اینو میذارن چند ساعت بعد از اینکه این پست گذاشتن میرن سر سفره حضرت رقیه و اون دعای ویژه رو میخونن که حضرت با دستهای کوچیکش بیاد و مشکلات بزرگ اینا رو حل کنه. یا نگاه کنیم به یه پست بسیار بی نظیری که مال امیر کبیره که میگه ابتدا فکر کردم مملکت وزیر دانا میخواهد، بعد فکر کردم شاه دانا میخواهد، اما اکنون میفهمم ملت ملت دانا میخواهد. خب این جملات نتیجه آموخته ها و اندوخته های بزرگترین و مهمترین نخست وزیر میهنمونه که 180 سال پیش اینو بیان کرد که مملکت ملت دانا میخواهد. همه ما توتیبار اینو تکرار کردیم ولی نه بررسی کردیم، نه بهش اندیشیدیم و نه به کار گرفتیم. پس بنابراین فقط جسته، فقط لالاییه.
سپاسگزارم. خیلی ممنون. ولی شما یکی از اونایی هستید که این رو باور دارید که باید ملت آگاه باشه و من به همین خاطر علاقه زیادی به شما دارم. امیدوارم در کارتونم موفق باشه. آقای لادن، در مورد همین نیاز به دانا بودن ملت، از چند تن از شخصیت‌های کشورمان شما توی اون مقاله نام بردید. برخی از اونها ممکنه برای همه شناخته شده نباشن. اگه امکان داره معرفی کنید و یه مقداری درباره گفته‌های اینها توضیح بدید. حتما. فکر کنم چیز لازمی باشه. ببینید، اولین شخصی که بهش اشاره کردیم مصدقه که سمبل ملی‌گرایی ایرانیه، یعنی مردم سالاری و استقلال اقتصادی و سیاسی کشورمون. من فکر کنم مصدق نیاز به معرفی نداره، ولی اون داستان خوراک درست کردنش از دید من جالبه که تو نوجوانی با یه دوست بزرگتر از خودش رفتن به سفر. دوستش ازش میپرسه که خب تو که توی فرانسه زندگی میکردی یه غذایی به درد بخوری هم یاد گرفتی که درست کنی؟ مصدق میگه که با این که من معلوماتی در مورد آشپزی نداشتم نگفتم نه. بعد اون گفت خب این غذایی که میخوای بپزی چه چیزایی لازم داره؟ میره اونا رو تهیه میکنه. مصدق تمام روز تلاش میکنه و نمیتونه غذایی به درد بخوری درست کنه. دوستش از جا در میره، میگه که اگر تو این تحصیلاتی که در مالیه به دست آوردی مثل آشپزیت باشه، باید به حال این مملکت زار گریست. بعد مصدق توی خاطراتش می‌نویسه من از او معذرت خواستم و گفتم چنین تصور می‌کردم، بدون معلومات هم می‌توان آشپزی نبود. اکنون دانستم برای انجام هر کار معلومات لازم است. مصدق توی کتابش اشاره می‌کنه به ایدن، وزیر خارجه انگلیس، که ازش بهش میگن که شما واقعا تو ایران چه فاجعه ای به بار آوردی. این میگه که اگه ملت ایران به حق خود عارف بود، یعنی میگه ملت ایران حقوق خودشو میدونست و اون احساساتی رو که ابراز میکرد حقیقی بود، ما نمیتونستیم هیچ کاری به ضررش انجام بدیم. این داستان مصدقه. و میرسیم به جلال عبدو که در حدود 100 سال پیش تو بروجرد به دنیا آمد و 87 سال عمر کرد. یکی دو خط از دانشنامه آزاد براتون میخونم، دو خط که میگه او، یعنی همین جلال عبدو، در مجامع بین المللی بیش از داخل ایران شهرت داشت. دوره 14 و 15 نماینده تهران در مجلس شورا بود، یه مدتی سفیر ایران در هندوستان بود، نماینده ایران در سازمان ملل. خود جلال عبدو تو خاطراتش می نویسه که بهش ابلاغ میکنن که اعلیحضرت بخواد شما رو انتخاب کنه به وزارت امور خارجه، بشی وزیر امور خارجه. میگه این ماله تابستون 1338، ولی تو خاطراتش می نویسه، این هم جمله رو براتون بخون: متمایل به اشتغال عضویت دولت، آن هم در پست وزارت امور خارجه نبودم. شاه بعد از 28 مرداد کلیه اختیارات دولت خود را خود اعمال می کرد. نخست وزیر کشور در اون زمان دکتر اقبال بود، خود را در برابر وی غلام خانزاد می نامید. شاه برخلاف قانون اساسی حکومت می کرد، منظورش سلطنت نمی کرد، به ویژه وزارت جنگ و وزارت امور خارجه را خود عهده‌دار بود. وزیر امور خارجه آلت فعلی بیش نبود. تصمیم گرفتم زیر بال این مسئولیت نروم. وضع مزاجی را بهانه کردم و نپذیرفتم. مدتی بعد از طرف سازمان ملل ایشون میشه حکمران کامرون، کشور کامرون، برای اجرای یه رفراندوم و تشکیل دولت.
و به موفقیت انجام میده، بعد میشه مسئول کشور گینه نو برای آتش بس و نظارت. و در سال 1343 که برگشته در ایرانه، به اصرار دوستاش، این در خاطراتش نوشته، به اصرار دوستاش دور هم جمع میشن با اشخاص متخصص و گروه های مختلف اصلاح طلب، و در این مورد که ببینن برای نجات مملکت چه چاره‌ای وجود داره. شاه از این موضوع اطلاع بهش میرسه، اینو صدا میکنه، بهش میگه که مصلحت شما نیست فعالیت سیاسی داشته باشید، بهتر است که به مأموریتی در خارج از کشور بروید. از دید من جلال عبدو بی تردید یکی از نخبگان بی نظیر میهندوست کشورمونه. و اما چیزی که ایشون نوشته در رابطه با مقاله خودمون، میگه تا وقتی قاطبه مردم به رشد سیاسی کافی دست نیافتن، خدمت در صحنه سیاست دشوار است. نهایت تأسف را داشتم که سرنوشت کشور در اثر ندانم کاری های شاه به دست چگونه اشخاص کوچکی افتاده. تا وقتی که ملت ما رشد اجتماعی کافی نداشته باشد، بازیگر سیاست در ایران اغلب بازنده است. شخصیت بعدی هست ابوالحسن ابتهاج که در حدود 112 سال پیش توی رشت به دنیا میاد، 99 سالم عمر کنه. ابتهاج پایه‌گذار برنامه‌ریزی توسعه در ایرانه، 4 سال مدیر عامل سازمان برنامه بود، 7 سال مدیر عامل بانک ملی ایران بود. زمانی که مدیر عامل بانک ایران بود، در مقابل تبعیض ایران انگلیس‌ها در داخل ایران به شدت موضع‌گیری میکنه، مبارزه میکنه و موفق هم میشه. و اون چیزهایی که دربارش میره یا خود مبارزه میکنه، یکیش این بوده که به کارمندای ایرانی ارشدیت نمیدادن، میدونین که بعد رتبه بگیری بری بالا، حقوقی به دستمزدی که به ایرانی ها میدادن به شدت کمتر بوده از دستمزدی که به دیگران میدادن، حتی به ارمنیای ایرانی دو برابر ایرانی ها دستمزد میدادن. سومی چیزی که کوچیک بوده ولی برای این خیلی مهم بوده، میگه ایرانی ها حق نداشتن از دستشویی های بانک استفاده کنن. و در آخرین چیزم این بوده که انگلیس ها انتظار داشتن که ایرانی ها بهشون بگن صاحب. این به شدت مبارزه میکنه و همه اینا رو از بین میبره. مدتی بعد یه روز تیمسار یزدان پناه میاد به دیدنش و پیغامی داره از شاه، میگه که اعلیحضرت به شما تکلیف کردن که نخست وزیر بشین. این میگه که به اعلیحضرت بگوی که با شرایطی که وجود داره من قادر به قبول چنین چیزی نیستم. میگه نه، بعد خودت به اعلیحضرت بگی. بعد میره به دیدن شاه، غیر از اینکه این مسئله رو بهش میگه، میگه ببینی اعلیحضرت، رابطه ای که شما با انگلیس و دیگران دارین در اون نحوه کاری که من میکنم با هم دیگه نمیخونه. برای مثال میگه اگر سفیر انگلیس بیا تو دفتر من و من نخست وزیر کشور هستم و به من بگه این لایحه رو ببر مجلس، این شخص رو بکن وزیر این موضوع، به این شخص اون مقام رو بده، من با تیپا بیرونش میکنم و من اون برای شما نادرست خواهد بود. یکی از کارهای دیگه که میکنه در رابطه با شرکت نفت، میره پیش فریزر که بوده مدیر عامل شرکت نفت ایران انگلیس و بهش میگه که در رابطه، میگه شما میدونید که ایران شریک شماست ولی شما دفاتر رو نمیذارین ایران بررسی کنه، این پرسنتاجی که ما میگیریم حالا 16% یا 20%، این 16% چه مبلغیه؟ تا ما دفاتر رو ندینیم این معنی و مفهومی اصلا نداره، شما این دفاتر رو باید در اختیار دولت ایران بذارید. فریزر بهش میگه over my dead body، یعنی میگه مگر اینکه رو نشه من رد بشی که
که این دفاتر رو بگیرید. در سال 1342 یکی از مقامات ارشد آمریکا میاد تو دفتر ابتهاج، بهش میگه که آیا حاضرید نخست وزیری را قبول کنید؟ ابتهاج میگه که شما طرف چه کسی این پرسش رو از من میکنید؟ میگه که واشنگتن خواسته این موضوع رو با شما در میون بذارید. ابتهاج میگه که با در نظر گرفتن اوضاع مملکتم، بله من آمادگی دارم اینو بپذیرم، ولی شرط دارم. شما اگه این شرطا رو بپذیرین و شاه این شرطا رو بپذیره، من نخست وزیری رو میپذیرم. یه شرط اولم اینه که هیچ کدوم از وزرای من حق ندارن مستقیما با شاه در تماس باشن و شاه بهشون دستور بده. شاه فقط حق داره از طریق نخست وزیر با وزرا در تماس باشه. دوم، نباید قسمت عمده ای از درآمد کشور خرج ارتش و خرید اسلحه بشه. سوم، من باید در اجرا و تغییرات اصلاحات ارضی شرکت داشته باشم. و چهارم، ایران باید از پیمان سنتو خارج بشه، برای اینکه کوچکترین منفعتی برای ایران نداره. میگه که هیچ کدوم از شرایط من مورد تایید شاه و آمریکا واقع نشد. و اما چی می نویسه ابتهاج؟ میگه ما ایرانی ها با وجود هوش و استعداد فوق‌العاده ای که داریم در کارها دقت کافی نمی کنیم. بدون پی بردن به کنه مطالب اظهار عقیده می کنیم، دست به اقدام می زنیم. از دید من شخصیت بسیار بسیار جالب و متفاوتی بود تو میهنمون. سپاسگزارم. ممنونم از شما. این آقا همون پدر آقای ابتهاج شاعر میشه؟ نه. چون آقای ابتهاج هم داستان جالبی دارن، شعری رو که گفتن و این شعر توی زندان پخش میشده با آهنگ و اینها برای خودشون. آقای لادن از شما بسیار ممنونم. دوستمون آقای نیساری نوشتن ما کسی رو که بهمون آموزش میده یا بهمون چیزی رو بیاموزه دوست داریم، منظورشون شما هستن. خیلی بله ممنون که وقتتون رو مخصوصا روز جمعه این موقع بعد از ظهر میان و با ما میگذرونین. از این بابت من از شما تشکر میکنم. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، به امید دیدارتون در هفته ها و روزهای آینده. خیلی ممنون. سپاس. آخر هفته خوبی رو برای همه آرزو میکنم. مرسی. ما هم برای شما. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودین. در طی برنامه مشخصات تماس، وبسایت ایشون، شماره تلفن واتساپ از ایران و مشخصات دیگه و حالا هم فیسبوک ایشون رو به شما نشون میدم. اگر مایل بودید که با ایشون تماس داشته باشید، لطفا این کار رو انجام بدید. خیلی ممنون که با ما بودید شما دوستان، و برای شما هم بهترین ها رو آرزو میکنم. برنامه های تلویزیون مردم رو پی میگیریم و قسمت بعدی برنامه ما آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 269 که بررسی و نقد کتاب هایی هست که دوستان بهایی به اون کتاب ها به اصطلاح استناد میکنن. آقای خورسندی هم نوشتن من رفتم یوتیوب، ای کاش می نوشتن که حالا از یوتیوب صدا و تصویر بهتره یا نه. خب ما هر اشکالی داریم، ولی البته ایشون باز اون طنازیشو استفاده کرده، نوشته من که میدونم سوربی شما آمریکایی‌ها هیچیتون اشکال نداره، فکر کنم ریسیور ما خرابه. خب دوستان عزیز، من هم از شما تشکر میکنم، ازتون خواهش میکنم تلویزیون مردم و برنامه های تلویزیون مردم رو با دوستان خودتون در میون بذارید، شیر کنید، و اگر به اصطلاح موضوعی بود که خواستید نظر خودتون رو عنوان کنید، میتونید به وسیله تماس تلفنی، ایمیل، فیسبوک، یوتیوب با ما تماس بگیرید. بهترین ها برای شما، مخصوصا در این ایام سخت، و امیدوارم مشکل زلزله هم در ایران به اصطلاح بدون خسارت رفع و رجوع شده باشه. اگه کسی مایل درباره حذف 4-0 از پول ایران صحبت کنه، لطف کنن با شماره تلفن 202، بذار اینجا بهتون نشون بدم افکت 5، بله 202 695 25 73 تماس بگیرن تکس،
و الی آخر. آقای خورسندی نوشته بله بهتره، حالا میگی اونم به زور شکنجه و نشوندم روی صندلی و مچت پیچوندم میگی؟ اون موقع که بده فوری داد میزنی، وقتی خوبه نمیگی خوبه. یکی از اشکالای مردم، نه فقط ما ایرانی ها، یه که زیاد کمپلین میکنیم. اینجا میگن کمپلین، کمپلیمنت. کمپلین یعنی شکایت، کمپلیمنت یعنی تعریف و تمجید. کمپلیمنت یادمون میره. من دارم به خودم یاد میدم که اگر یه جایی رفتم سرویسشون خوب بود، مخصوصا این روزا که سرویس های آمریکا افتضاح شده، از اونا هم به اصطلاح به صورت کامپلیمنت و تشکر و اینها قدردانی کنیم. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.